اگه اجازه بدین قبل اینکه صحبت شروع بکنیم، من فوت برادر عزیزتون رو بهتون تسلیت بگم آقای فرجی. از این فرصت استفاده میکنم یه بار دیگه. غم بزرگی است و امیدوارم که این تسلیت منو بپذیرید. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. چه کار میشه کرد؟ من 35 ساله عادت دارم با این وقایع ناراحت کننده. نزدیکترین عزیزان من در ایران فوت کردن و من هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه از این بر خط اشک بریزم و شاهد این وقایع تأسف آور باشم. همطور که دیروزم به من از تهران خبر دادن که برادرم در اساس سکته مغزی فوت کرده. در صورت نمیشه چه کاری دیگه کرد دکتر دانش. متاسفم از این باعث تأسف واقعا. دکتر دانش، این امروز خبرگزاری‌ها اطلاع دادن که طالبان حمله کرده به فرودگاه نظامی کابل و مصاحبه‌ای که من نگاه می‌کردم نشون میده در این مصاحبه‌ای که خیلی از صاحب نظران در به اصطلاح افغانستان و همچنین خبرگزاری خارجی یک موفقیت بزرگ این رو برای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان شمردن، گفتن همه کسانی که به این فرودگاه حمله کردن کشته شدن بدون اینکه اینا بتونن به هواپیما آسیب برسونن. چی بوده جاره؟ ببینین، به نظر من خبر اهمیت مهمی داره. یعنی در واقع اینطوری بوده که بیش از 7 نفر از طالبان، جنگجویان طالبان موفق میشن وارد در واقع فرودگاه نظامی کابل بشن، یعنی دژ مستحکمی که در اونجا وجود داره وارد اون بشن و ما میدونیم که فرماندهی کل نیروهای ناتو هم در داخل فرودگاه نظامی کابله و در اثر زد و خورد با پلیس افغانستان همه این 7 نفر طالبان کشته میشن. خب اینا نیروهای انتحاری در واقع طالبان هن. اینا میدونن که وارد موقع وارد فرودگاه میشن در واقع کشته میشن. ببینید خبرها به این ترتیبه و آقای کرزای هم گفته و متاسفانه رهبران غرب هم اینا تکرار میکنن که میگن پلیس افغانستان پیروز بود و 7 نفر رو کشت. یعنی در واقع نشون میده که خیلی از کسانی که این گزارشو میدن و تفسیر میکنن شرایط افغانستان رو نمیشناسن. من 2 سال پیش در کابل بودم، یعنی در واقع تمام منطقه فرودگاه رو به خوبی میشناسم. منی که مسافر معمولی بودم به عنوان خبرنگار رفته بودم در 500 متری فرودگاه کابل، یعنی بخش غیر نظامیش، باید از اتومبیل پیاده میشدم، چمدونهای خودم رو 500 متر به داخل فرودگاه هم میکردم با چندین حلقه امنیتی که وجود داره. موقعی که من صحبت از حلقه امنیتی میکنم در فرودگاه کابل، بدین ترتیبه که شما هر 100 متری که میرین یک حلقه عظیم امنیتی وجود داره با ستونهای بسیار عظیم بتونی، همه راه ها بسته شده، مسدود شده و با کیسه های 500 کیلویی شن در واقع راه بسته شده و بازرسی میشین توسط نیروهای پلیس، ارتش افغانستان و در آخرین حلقه ارتش ناتو. سوال اینه که کسانی که در واقع اینطوری مطرح میکنن و باعث تأسف منه به عنوان کسی که شاهد در واقع اتفاقات در افغانستان بوده، این سوال مطرح بکنم چه اتفاقی میتونه افتاده باشه و کجا نیروهای طالبان چنین نفوذ عظیمی رو دارن که 7 نفر از رزمندگان طالبان با سلاحهای بسیار سنگین که بیش از چندین ساعت در واقع به جنگ پرداخته بودن میتونن از این حلقات امنیتی و بازرسی گذر بکنن. و این فقط یک نتیجه گیری میشه کرد و اون این که در واقع نیروهای طالبان متاسفانه در داخل نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نفوذ دارن و موفق میشن یک گروه رزمنده 7 نفری با تمام تشکیلات ثقیل نظامی در واقع از این حلقات امنیتی گذر بکنه و به داخل فرودگاه نظامی کابل وارد بشه، آنجایی که مقر در واقع ناتو و چنین عملیات انجام بده. ببینید موقعی که صحبت از این میکنیم که دیروز در شرق افغانستان یک سرباز افغانی موفق میشه 3 نفر از همکاران آمریکایی خودشو به قتل برسونه، یعنی در واقع نفوذ کرده در داخل ارتش افغانستان که چنین کاری میکنه. در سال پیش در واقع افراد نظامی در داخل ارتش
افغانستان در مبارزات مشترک با تشکیلات آمریکا و ارتش آمریکا بیش از 60 نفر از نیروهای ناتو و آمریکایی رو به قتل رسوندن. و این نشون دهنده اونه که در واقع نفوذ عجیبی طالبان متاسفانه باید بگیم در داخل ارتش و پلیس افغانستان دارن و این امکان براشون پیدا میشه که بتونن در واقع به منطقه‌ای برن که اصلا تمام راه‌ها مسدوده. به نظر من کسی که افغانستان میشه و این فرق آقای فرجی، من این فرق باید قائل بشم بین کسانی که در واقع درباره افغانستان یا درباره مسائل منطقه صحبت میکنن و منطقه رو نمیشستن و کسی که 70 بار در افغانستان بوده و شاهد بوده و تجربه عظیم جنگی در این کشور داره و میدونه چه اتفاقی دیروز و امروز در افغانستان افتاده. و اینو من دارم در واقع در تفسیر خودم امروز میگم که در واقع باید یک بار دیگه به اون کسانی که آقای کرزای و دیگران که فقط یک جانبه صحبت از این میکنن و توجه نمیکنن که چرا در واقع طالبان چنین قدرتی رو پیدا کردن در داخل خود تشکیلات اداری و نظامی و پلیس افغانستان و یک جانبه چنین مطرح میکنن و تحسین میکنن پلیس که موفق شده 7 نفر طالب رو به قتل رسونه. بذارید من اینم اضافه بکنم، توی تفسیرهایی که میکردن یه خبرنگار پرسید از معاون وزارت دفاع که خب شما که آمدید این 7-8 نفر رو کشتین، این با کمک هلیکوپترهای آمریکایی بوده. سال 2014 که اینا برن بیرون شما نه هواپیما دارید، یکی 4-5 نام هلیکوپتر دارید. اون موقع از این پوشش هوایی شما برخوردار نیستید، اون موقع میخواین چی کار کنید؟ ببینین متاسفانه باعث تاسفه و وظیفه یک روزنامه‌نگار، من همیشه اینو گفتم، روزنامه‌نگار با تجربه که منطقه رو میشناسه اینه که واقعیت‌ها رو بگه. حالا ممکنه کشوری، قدرتی، ادعی خوششون بیاد یا نیان. تفسیری که یک روزنامه‌نگار با تجربه شخصی که داره میکنه، با تفسیری کسی که اصلا اطلاع نداره، فقط خبر رو میخونه و سعی میکنه یک تفسیر غلطی بکنه، یک تحلیل غلطی بکنه، اینه که در واقع روزنامه‌نگاری که 40-70 بار در افغانستان بوده و بیش از چندین بار در افغانستان در معرض خطر مرگ بوده، میدونه که در واقع موقعی که ما از منطقه نظامی صحبت میکنیم، در فرودگاه کابل صحبت میکنیم، به این سادگی نیست که 7 رزمنده طالبان سازگی بتونن از اونجا رد بشن. پس بنابراین افراد خودشون دارن، افراد نفوذی رو دارن و این قدرت داشتن که با تمام سلاح‌های ثقیل جنگی که چندین ساعت مقاومت میکنن بتونن وارد فرودگاه نظامی بشن. روز دانشین طالبان دست به یه جنایت خیلی شنیع زده. دو تا بچه حدود مثلا 10-12 ساله که اینا آمده بودن در اثر گرسنگی از سربازای آمریکایی قضا گرفته بودن، اینا رو آورده سر بریده به اسم اینکه اینا جاسوسن و اطلاع رسانی میکردن. امروز تکذیب کرده البته، ولی تمام شواهد نشون میده که اینا دست به این جنایت زدن. سال گذشته این کارو کرده بودن. طالبان این یک بار نیست که این کارو میکنن، طالبان چندین بار تا حالا این کارو انجام دادن و خب امروز سعی میکنن در واقع بگن ما چنین جنایتی رو انجام ندادیم. همین رهبر طالبان در پاکستان چند روز پیش اعلام کرد که ما هر کسی رو که مظنون باشه با نیروهای آمریکا یا با کسانی همکاری میکنن که در واقع آمریکا موفق میشه با هواپیماهای بدون سرنشین حمله بکنه به مواضع طالبان در پاکستان یا به مواضع القاعده، ما اینا رو سر میبریم. و در واقع هر کسی که حتی مظنون باشه، یعنی کسی که در واقع اتفاقی از اون محل رد شده باشه، فکر بکنین در اون محلی که یک هواپیمای بدون سرنشین حمله کرده و یکی از رهبران طالبان رو کشته، یک بیگناهی به طور اتفاقی از اون منطقه رد بشه و یا فیلم برداری بکنه یا عکس بگیره بدونه که گناهی داشته باشه، همون در واقع قتل اونه و اونو سر میبرن و این کارو کردن. و ده ها بار در واقع ویدیوهای سربری کسانی که ادعا میکردن جاسوسای آمریکایی هستن در معرض افکار عمومی گذاشتن، در معرض نمایش گذاشتن و متاسفانه و این جانیا در قطر دفتر دارن. بله ببینید مشکل اصلی همینه. از یک طرف متاسفانه کسانی که در کنار آمریکا، کشورهایی که در کنار آمریکا قرار گرفتن، ما موقعی که از قطر صحبت میکنیم، قطر مرکز سنتکومه، یعنی مرکز فرماندهی کل نیروهای ارتش آمریکا در منطقه است. در واقع در قطر طالبان دفتر سیاسی خودشون و امارات در واقع افغانستان، امارات اسلامی افغانستان رو باز کردن و در همون قطر نه تنها مورد پشتیبانی امیر قطر هستن و حتی آقای کرزای به قطر میره، دیروز در قطر بوده که توسط امیر قطر با طالبان مذاکره بکنه و متاسفانه توسط امیر قطر آمریکا هم با اینو مذاکره میکنه پشت پرده. و وحشت آقای کرزای اینه که بعد از 2014 در واقع آمریکا سازشی با طالبان بکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان طالبان دوباره قدرت رو به دست بگیرن. به خاطر همینم
تا به حال کرزا چندین بار شدیداً به آمریکا اعتراض کرده که شما بدون شرکت ما با طالبان مذاکره میکنین و موقعی که شما از یک طرف چنین مذاکراتی رو انجام میدین و پشت پرده در واقع مماشات میخواین بکنین و راه را برای طالبان باز میکنین تا جایی که دمسی فرمانده کل نیروهای آمریکا چنین مطرح میکنه که طالبان در آینده افغانستان نقش بازی خواهند کرد و طالبان را نمیشه نادیده گرفت، خب طبیعتاً از اون طرف هم با این جانورها با این آدمخوارا روبرو هستین که نه تنها حمله میکنن به مواضع نیروهای آمریکا و ناتو در داخل کابل و شهرهای دیگه، بلکه جوانانی که در واقع به طور اتفاق یا گرسنه بودن و از سربازان آمریکایی غذا تحویل گرفتن اونا رو به عنوان جاسوس در قندهار سر میبرن. خب دکتر دانش، بریم در مورد این کشته شده‌های اخیر در سوریه. میدونید که در این چند روز گذشته مرتبا یه جنازه‌هایی از سوریه آوردن به اسم اینکه اینا نگهبانان زینبیه سوریه بودن از سپاه قدس و اینا رو آوردن در شهرهای مختلف به خاک سپردن. مردم از خودشون سوال میکنن اینا چرا رفتن در اونجا کشته شدن، منتها اسم جدید جمهوری اسلامی رو اینا گذاشته، گفته اینا نگهبانان زینبیه سوریه هستن. این جریان چیه؟ ببینید در هفته های گذشته هیچ اتفاقی در زینبیه و مناطق مقدس شیعان در دمشق نیفتاده که اینا در اونجا کشته بشن، یعنی زد و خوردی نبوده که این چهار نفری که به طور مشخص به ایران منتقلشون کردن و اینها رو به خاک سپردن اینا در دمشق کشته شده باشن. اینا کسانی هستن که مربیان و مشاورین نظامی ارتش بشار اسد بودن، مشاورین در واقع نیروهای میلیشیای بشار اسد بودند که اینا به شهر القصر حمله کردند و در شهر القصر بودند و در واقع در عملیات به عنوان مشاور شرکت میکردند و دستور میدادند که چیکار در واقع نیروهای بشار اسد بکنن و در کنار حزب الله لبنان بودند. اینها در القصر و اطراف شهر القصر کشته شدند نه در دمشق. چنین شواهدی اصلا وجود نداره. در روزهای گذشته اصلا زد و خوردی در مناطق دمشق و اطراف دمشق و به خصوص در زینبیه وجود نداشته که اینا به عنوان محافظین زینبیه در اونجا توسط اسرائیل اونم ادعا میشه توسط اسرائیل کشته شدن اینا کشته شده باشن. و اسرائیل هم که در چند هفته پیش بمباران کرد در دمشق به مناطق و در واقع مقدسات شیعان هیچ کاری نداشت، اونا رو بمبارون نکرد که این افراد در اونجا کشته بشن. پس بنابراین اینا مشاورین نظامی و مربیان نظامی نیروهای حزب حزب الله لبنان و نیروهای در واقع میلیشیای به اصطلاح خلقی بشار اسد بودند که در القصر و اطراف القصر به قتل رسیدند. بعدم میدونید که دیروز تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی بوده، بعد یه اتوبوس قرار بوده بیان اونجا و تظاهرات بکنن برای اینکه اعتراض بکنن به سیاست‌های جمهوری اسلامی، بعد افراد حزب الله اومدن اونجا تیراندازی کردن، یه نفر کشته شده در بیروت. بله در بیروت عده زیادی هم زخمی شدن. بله یعنی عملا حزب الله دیگه داره در تمام این مسائل دخالت میکنه. ببینید حزب الله حسن نصرالله رو اعلام کرد، رسما اعلام کرد که ما تا آخر میریم، یعنی تا آخرین قطره خون خودمون از بشار اسد دفاع میکنیم. این صحبتی بود که دو هفته پیش حسن نصرالله کرد و به خاطر همینم هم در واقع خودش افشا کرد که در جنگ هایی که بر علیه نیروهای اپوزیسیون در شهرهای مختلف و مناطق مختلف انجام میشه نیروهای حزب الله شرکت دارن و به خصوص در القصر 2000 نفر از نیروهای حزب الله شرکت داشتند و اینها بودند که در واقع باعث تصرف مجدد این شهر توسط نیروهای بشار اسد شدند. هم اکنون در شهر حلب در شمال در واقع سوریه بیش از 4000 نفر از نیروهای حزب الله جابجا شدند و مستقر شدند و میخوان مناطقی که در دست اپوزیسیون در حلب و شهر حمص قرار داره به اونجا حمله بکنن و این مناطق رو در واقع تصرف بکنن. پس بنابراین به نظر من این مطلب افشا شده و خطر بزرگی رو که حزب الله به وجود آورده در واقع خطر داخلی خود لبنانه. امروز جنگ در واقع جنگ بین شیعه و سنی است، چه در لبنان و چه در سوریه، و دیگه اصلا مهم نیست در بعد از حکومت بشار اسد کی حکومت رو دست بگیره. به نظر من جنگ داخلی شروع شده، جنگ بین سنی و شیعه شروع شده، نه تنها در لبنان و سوریه بلکه در تمام منطقه بین ایران و عربستان شروع شده و باید منتظر حوادث بسیار خطرناکی در سالهای آینده باشیم. دوستانش آخرین مطلبی که من میتونم سوال کنم، چون آقای وارتان زده 3 دقیقه ما دیگه بیشتر فرصت نداریم، در مورد جمهوری اسلامی که میخواد نفت رو به افراد مرزنشین، چجوری اینا مرزنشین رو میخواد نفت بهشون بفروشن؟ امروز رویترز مطرح کرده، امروز مقاله در رویترز بوده، گفته ایران فقط روزانه 700 هزار بشکه نفت میفروشه.
توجه بکنی از یک سال پیش تا به حال، یعنی در واقع بیش از 2.5 مرتبه کمتر نفت میفروشه، 2/3 یا شاید بگیم 3/4 فروش نفتش از دست داده و ایران برای دور زدن تحریما سعی میکنه نفت رو به طریقی بفروشه، سعی میکنن این نفت رو به افراد و کسانی که در اطراف مرزها زندگی میکنن، به خصوص در مرزهای پاکستان، افغانستان و دریای عمان زندگی میکنن، به هر نفری لیتری 500 لیتر نفت خام بفروشن که اینا بتونن اینو قاچاق بکنن به اونور مرزها. خب ما میدونیم که در واقع افراد امکان مالی ندارن این نفت رو بخرن، در واقع دوباره دست خود همون قاچاقچیان سپاه پاسداران باز میشه. این قاچاقچیان سپاه پاسدارانن که از این افراد نفتا رو به قیمت ارزون میخرن و در واقع در اونور مرزها میفروشن و پول عظیمی رو به جیب میزنن و ما میدونیم که در واقع سپاه پاسداران نیمی از تریاک افغانستان را که امسال گفته میشه بیش از 8,000 تا 10,000 تن خواهد بود سپاه پاسداران از طریق افغانستان وارد ایران میکنه. امروز این امکان پیدا کردن که در واقع دولت ایران و رژیم جمهوری اسلامی به اینها نفت بسیار ارزون خواهد فروخت و اینا اونور مرزها در پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگه نفت رو میفروشن و در واقع پول عظیمی دوباره از این طریق به جیب میزنن و همون برادران قاچاقچی که بله میخواستم همینو بگم، برادران قاچاقچی احمدی نژاد میگفت روز به روز دارن از لحاظ مالی قویتر و کلفتر و در واقع محکمتر میشن و این مردم بدبخت ایران، مردم فقیر ایرانن که نیمی از اونا در فقر مرتد زندگی میکنن و به گفته خود دولت مردان ایران در شب انتخابات حتی اشکنه هم نمیتونن بخورن. چندین میلیارد هم که میدونید از پولای ایران الان داره طبق قوانین جدیدی که آمریکایی‌ها به تصویر رسوندن بلوکه میشه. 100 میلیارد آمریکا به کلی میخواد بلوکه بکنه و نفت ایران میخواد به کلی بلوکه بکنه که هیچکس نفت ایران نخره و طبیعتاً اینا راهی براشون نموده بیان به کسانی نفت بفروشن که این افراد بتونن نفت قاچاق بکنن به اونور مرزها و شاید پول جزئی گیرشون بیاد که بتونن به جنایت خودشون ادامه بدن و به سیاست اتمی خودشون افتخار هم میکنن به این بدبختی که در ایران به وجود آوردن. سپاسگزارم دکتر دانش عزیز، ممنون. خب عمیانان گرامی، به همین جا برنامه امشب من به پایان رسید. با سپاس از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.